بزا من یه ذره بهم وقت بده بدون که کسی رو صحبت لفچت چیزی رو صحبت کنیم من یه, یه چیز کوتاهی بگم باید. به همه خب 20 سال پیش خب نه 20 سال پیش 20 سال 20 سال و دو روز پیش در همچین روزی یه کسی رو القاعده ترور کرد تو میدونی کیه بابک یادم نیست ام الان کسی که توی پنشیر داره مبارزه میکنه با طالبان خب؟ no. الان اسمش اسمش احمد مسعوده درسته no, no. اسم باباش چی بود احمد شاه مسعود خب که من بهش میگم the king in the, the, king in the north برای اینکه تو شمال افغانستان بود اسمش هم شاه داره هرمی مثل که را... کسی اینجا گیم آف ترون نگاه میکنه یا نه ولی خب احمد شاه مسعودو احمد شاه مسعودو القاعده دو روز قبل از 11 سپتام ترور کرد خب این شما میدونید این موز... حمید میدونست خب احمد شما سود یاسر هم میدونست خب دو روز قبلش دو روز قبل از 11 سپتامبر خب برای همین من گفتم 20 سال و دو روز پیش و این اتفاق به طور تصادفی نبود که دو روز قبل از 11 سپتام بود خب این ترور احمد شاه مسعود یک هدیه بود از القاعده به طالبان به احتمال زیاد به خاطر اینکه بن لادن انتظار داشت که آمریکا به افغانستان حمله بکنه دو روز, دو روز بعد از اون موضوع قرار بود که, ج... که 11 سپتامبر اتفاق بیفته و بن لادن میدونست که قرار این اتفاق بیفته و انتظارش این بود که آمریکا بیاد به افغانستان بعد از این موضوع حمله بکنه برای همین بن لادن میخواست قبل از اینکه این اتفاق بیفته دو تا چیز دو تا اتفاق بیفته یکی اینکه طالبان بیشتر طرفدار بن لادن باشه یعنی حمایتش رو قوی تر بکنه اتفاقا قبل از اینکه این, این ترور بکنه بن لادن پسرش رو با دختر سر طالبان که اسمش چی بود اسم سر طالبان موقع که بود تو لایف تری که ما بگه یه چیزی عمر عمر یه چیزی عمر یه چیزی یکی شما پی... پیدا کنم الان پیدا کنم سر طالبان اسمشو اسمش ها محمد عمر محمد عمر سر طالبان یه دختر داشت و بن لادن پسرشو رو با دختر عمر ام... محمد یا محمد اسم همین محمد عمر محمد عمر محمد و من ازدواج کردم برای اینکه اینا می‌خواستن خانواده‌شون هم, هم, هم بحث بشه که اتحادشون قویتر بشه ولی این فقط سیمبولیک بود یعنی نمادی بود برای اینکه این قوی تر بشه چون احمد شاه مسعود تنها مقاومتی که تو اون موقع وجود داشت علیه طالبان به عبارت دیگه کاری که کرد به نادن برای طالبان این بود که برای اولین بار طالبان تونست تمام افغانستان رو بگیره یعنی با, بخ... با کشتن محمد شاه مسعود برای اولین بار تمام افغانستان رو تونست به طالبان هدیه بکنه و این فقط یه هدیه ای نبود که مثلا با هم متحد بشیم برای اینکه طالبان بتونه قدرت بیشتر برای اینکه موقعی که اف... آمریکا حمله میکرد فرض اینه که محاسبه ای بن لادن این بود که آمریکا میومد از محمد شاه مسعود استفاده میکرد علیه طالبان یعنی آمریکا می متحد میشد با محمد شاه مسعود علیه طالبان خب برای همین بهتر بود که این تنها مقاومتی که توی افغانستان وجود داره رو بن لادن اومد حذف کرد که البته اگه اینم اگرم این, اگر این محاسبهش بود محاسبه درستی هم بود برای اینکه حتی کسایی هم که از این همراهان احمد شاه مسعود باقی موندن دقیقا همونها بودن که آمریکا اومد حمایتشون کرد و رفتن بعد کابل رو از طالبان گرفتن خب یعنی این محاسبه بن لادن کاملا درست بود اگه محاسبش این بود خب یه چیز یه نکته دیگه هم که خیلی جالبه این که خیلی ممکنه ندونن اینه که نمیدونم اینا بابک تو اینو یا نه البته بابک الان حواش پرت به من بگین تو لایو چت ام میگه آرمی میگه ملا عمر نه محمد ملا بزن من انگلیسیش میگن محمد عمر محمد عمر اسم واقعیشه محمد عمر اسم واقعیشه ملا عمر لقبشه اسم واقعیش محمد عمره خب پس من هم میگم ملا عمر چون همه درست میگی مهمی همه میگن. هم میگن ملا عمر با اینکه اسم واقعیش محمد عمره چون همه میگن ملا عمر منم باید میگفتم ملا عمر درست همین مرسی هم. چی داشتم گفتم آها احمد شاه مسعود یک اتفاق یه چیز دیگه هم خیلی جالبه باید بدونن پنج ماه قبل از 11 سپتام فکر کنم پنج ماه بود تو اروپا بود و تو اروپا داشت به همه اختار میداد که یه اتفاقی قرار رو بیفته به خاطر بن لادن. قرار یک حمله ای بشه و این هزینه خیلی بزرگی رو آمریکا خواهد داد خب و خطاب که با اینکه تو اروپا بود این اختارش رو خطا... خطاب کرده بود به بوش که یه اتفاقی قرار بیفته خب و این اختارش کسی جدی نگرفت البته یه چیزی دیگه هم بگم الان خیلی راحتی که برای ما بگیم که اختارش رو باید جدی میگرفتن چرا جدی نگرفتن چون که اگه ما هم بودیم احتمالا جدی نمیگرفتیم چون اگه ما هم اون موقع بودیم فکر میکردیم خب این احمدشاه مسعود دشمن طالبانه ممکنه داره یه مقدار زیادی تهدید یعنی میخواد به میکرد از اروپایا سلاح بگیره علیه طالبان خب ولی کسی بهش سلاح نمیده رفت کلی مدر رفته بود فرانسه گفت اینا به من یک... یه دونه کلانشین کف هم این اروپایا به من ندادن خب بعد از این همه تلاش خب برای همین خیلی هم ممکن بود فکر میکنه خب این اختاری که داره میده برای اینکه بگه هزینهش رو فقط افغانستان قرار نیست بده هزینهش رو همه دنیا قراره بدن برای همین به من کمک کنین علی طالبان برای همین الان نمیتونیم قضاوت کنیم که چرا کسی جدی نگیره شما هم موقع بودین این اختار رو جدی نمیگرفت خب ولی قبل از اینکه ببینه که اختارش واقعا درست بود چون 11 سپتامبر اتفاق افتاد خودش دو روز قبلش مرد و جوری هم که کشته شد ببین احمد شاه مسعود خیلی سعی میکرد که با خبرنگارا صحبت بکنه برای اینکه داشت میخواش پیغامش رو به همه برسونه که طالبان خطرناکه ما مقاومت داریم میکنیم به ما کمک کنیم اینا اسلام افراتی هست ما اسلام چه میدونم غیر افراتی هستیم بهمان اینا ما عقایدمون به عقاید اروپا با امریکا و آمریکا اینا نزدیک تره بر همین خیلی راحت بود که شما اگه یک خبرنگار بودین اگه میخواستین با احمد شاه صحبت بکنین احتمالاً این موقعیت رو به شما میداد که بیاد با شما صحبت بکنه برای همین بنلادن هم اینا میدونست برای همین بنلادن تصمیم گرفت جوری برای که بیان اینو ترور بکنن یه کسایی رو گفتن که ما خبرنگاریم خب و با دوربین اینا رفتن که باش محاسبه کنن و خب اینا بمب به خودشون بسته بودن و اینجوری اینو ترور کردن خب اینو میدونستی بابک این چیزا رو بابک میتی ببخش آه. من تو صحبتت نبودم دارم چیزی <applause> رو میخونم میخواد ببخش من باشه باشه من من مزاحمت نمیشم پس یه چیز دیگه هم بگم اینی که خیلی ها فکر میکردن که احمد شاه مسعود و اروپایی و آمریکایی باید ازش حمایت میکردن مخصوصا این که طالبان انقدر افراتی بود و به نظر میرسه که به احمد شاه مسعود یه خیانتی شد که اینقدر علیه طالبان ازش حمایت نشد uh, چیزی رو که خیلی ممکنه ندونن این بود که uh, خیلی کسا توی اروپا و آمریکا اتفاقا بودن که فکر داشتن پیشنهاد میکنن که از احمد شاه دفاع بکنن یعنی اطلاعاتی که مثلا رو زمین بود این پیشنهاد داشت میداد به کسایی که بالاتر بودن تو مقامشون تو سیاست و اینا ولی اینها همش رد شد با خاطر نزدیکی آمریکا و بعضی از کشورهای اروپایی دیگه به پاکستان خب طالبان یک به عبارت گروه نیابتی پاکستان بود توی افغانستان خب و پاکستان به عبارت دیگه طالبان رو به وجود آورده بود که بتونه یک حکومتی رو توی افغانستان به وجود بیاره که تحت کنترل خودش باشه البته یه چیزی بگم هدفش این بود ولی یه مقدار از کنترلش البته یه مقدار یه مقدار بیشتر از یه مقدار از کنترلش طالبان خارج شد یعنی درسته که طالبان رو پاک... تو پاکستان به وجود اومد ش... وجود اومد و حتی تا امروز هم حتی پاکستان از طالبان همجوری حمایت میکنه هم از لحاظ مالی هم از عقیدتی و اینجور چیزها هنوز هم داره حمایت میکنه ولی اون کنترلی رو که مثلا جمهوری اسلامی مثلا ممکنه رو حزب داره پاکستان رو ت... طالبان نداره کنترلش بسیار کمتره خب ولی با این حال هدف اصلیشون این بود که گروه یه گروه نیابتی کاملا تحت کنترل خودشون باشه که یه مقدار دستشون در رفت ولی هنوز هم روش نقش دارن و چون اون موقع پاکستان از لحاظ رابط های با آمریکا خیلی نزدیک بود و چون پاکستان هم از لحاظ خرید و فروش اسلحه هم برای آمریکا هم برای کشورهای اروپایی خیلی مطرح بود این ها نمیخواستن بیان پاکستان رو ناراحت بکنن با طرفداری از یه گروهی که علیه طالبان باشه تو افغانستان برای همین این طرفداری از طرفداری از احمد شاه مسعود نشد خب یه چیز نکته آخری هم که میخوام بگم اینه که ما الان تو ایران خیلی داریم میبینیم که خیلی پسر احمد شاه مسعود و همون احمد مسعوده و الان داره با طالبان مبارزه میکنه تو پنشی رو قهرمان میدونه درسته و خیلی دارن ازش طرفداری میکنن و اینو به طور سیمبولیک اتفاقی رو که کاری که احمد مسعود داره علیه طالبان میکنه چیزیه که خیلی تو ایران آرزو میکردن که کاش قهرمانی هم مثلا تو ایران بود که شبیه این با جمهوری اسلامی داشت میجنگید و چون همچی چیزی رو ندارن توی ایران مثلا این رویایی رو که برای کشور خودشون دارن و این قهرمان رو دارن توی احمد, احمد مسعود میبینن علیه طالبان و برایش دارن آرزو موفقیت میکنن و خیلی قهرمان کردن و اینجور چیزا خب تو اینا دیدی بابا که احمد مسعود طرفتاری بسیار زیاد داره بی مقصد بری برنامه‌ساز درسته آره البته این تا قبل از زمانی بودش که یه ویدیویی از احمد مسعود اومد بیرون که اومد طرفتاری کرده از قاسم سلیمانی و گفته مثل امون من بود و حالا به سوی سفاتی بهش اومد داد یعنی عملا از اون زمانی که این ویدیو در اومد یه خورده حالا تغییر مهم. کرد یعنی دیگه این همچین نگرشی ندارم به اون صورت البته هستن هنوز گروهایی که میونسه البته اینو بگم تو اروپا من میبینم آرمین خیلی در مورد احمد مسعود مینویسن خیلی از روزنامه‌ها در موردش خبر میزن اونها هم دقیقاً یعنی حتی من یه جایی یه مطلب دیده بودم دقیقاً اومده بودن یه تیکه از کارتون لاینکینگو اومده بودن گذاشته بودن به اضافه این پدر و پسر یعنی اومده همچین شباهتی ایجاد کرده بودن اوکی اوکی چه جالب نمیدونستم اینو ام... <applause> یه چیز یه چیزی که جالبه اینه که خیلی از کسایی که مثلا طرفدار ما هستن برانداز هستن و اینا معمولا میگن که البته حالا ما میان بررسی میکنیم که یه چیز یه اتفاق مثل 11 سپتامبر به خاطر اسلام اتفاق افتاد درسته یعنی مقصر اتفاقاتی شبیه 11 سپتامبر اسلامه خب حالا بابک بازم حواسش نیست من ازش با نظر نز... میتی بابک داری با خودت صحبت میکنی بابک با خودت داری صحبت میکنی بابک حسن پرتم آره نه. من یه صفحه رو میخواستم باز کنم جد <تصحه> دارم نیوتاپ بزنم و توی اینستاگرام هم که <تصحه> میخوام یه چیزی هم نشون بدم که چجوری این مثلا چجوری شخصیت ها معروف میشنم هم میخواستم <تصحه> در مورد نشون بدم تو بگو من حواسم بهت هست در مورد اسلام داشتیم میگفتی خب خب نه من میگم که تو آیا مثل تو میگی از سپتامبر به خاطر اسلام اتفاق افتاد نه از اون استفاده شد خب بذار بابک ما میذاریم به تلفنش ما خودمون صحبت بکنیم بیدم تو لایف چک کسی نظر داره؟ نه نه اومدم من تمام شد من تلفن تو اگه میشه بذار کنار بابک من در این باب صحبت میکنیم نه اومدم اومده بود که باید این هم بشم ببخشیم ارز بزار. کنار حواست تو داره بزار. ما تلفن داره پرت میکنه ما واسه برنامه این بذارش کنار بگو بگو ارز کنم که گفتی به خاطر اسلام این حملات اینجا انجام شده نه عملا قضیه اسلام فکر نمی کنم بوده باشد از اسلام استفاده کردند که این کار انجام بدن چون فکر میکنم تنها دینیه که این قابلیت رو داره که تو بتونی ارز کنم آمل انتحاری باش بسازی یا یه خورده ب... چی میگن تا این حد تند روی بکنی متوجه چی میگم یعنی اون کسایی که اون بالا بودن حرفشون اسلام نبوده آها ام خب من قبل از که خودم نظرم رو بدم نیلوفر میگه جواب منو بدین لطفا برای همین سوالش من هایلایت کردم ببینم سوالت نیلوفر رو میخونی اگه میشه یه سوال چرا بخون بلند بخون من بخونم من. آره میگه آره. یه سآل. چرا طالبانی که با عزت و احترام میاد تو ایران و طالبان دشمن احمد مسعود هست چرا احمد مسعود عاشق سینه چاک قاسم سلیمانیه واسه کسایی ام. که حتی سیاسی نیستن پر واضحه که جمهوری اسلامی حامد حامی طالبانه میگه احمد داره, داره که ایران طالبان ام. رو حمایت کرده اومدن تو ایران رو رفتن چرا حالا پسرش حالا به حساب اومده داره از قاسم سلیمانی که همچین جایگاهی تو نظام داره داره طرفداری میکنه <applause> من فکر می‌کنم برای اینکه اینا رو موضوع سیاسی اینجوری رو بهتر بفهمید همه طالبان باید ما متوجه باشیم که نه یک طالبان وجود داره نه یک جمهوری اسلامی وجود داره نه یک آمریکا وجود داره نه حتی میرین اینا همشون با هم فرق دارن هم استراتژیک اینترستشون با هم, گروههای گروه های مختلفی با هم فرق دارن هم از لحاظ هدف های مختلفی رو هر کدوم از این گروه ها دارن دنبال میکنن خب یعنی مثلا شما فکر کنید احمد شاه مسعود وقتی به جمهوری اسلامی نگاه میکنه اگه مثلا قاسم سلیمانی رو دوست داره خب میتونه بگه قاسم سلیمانی کسی نبوده که مسئول یک ن... مثلا کسایی رو که تو جمهوری اسلامی ممکنه مسئول این باشن که دارن با طالبان متحد میشن و با قاسم سلیمانی یکی ندون خب شما خود طالبان هم اگه نگاه بکنید طالبانی که این توی دوهای قطر هست با طالبانی که تو وسط میدون داره میجنگه با طالبانی که گروه های حقانی هستن با طالبانی که الان داره دولت تشکیل میده قسمت های مختلف دولت به این طالبان با خود طالبان جنگ داره خب اینا به این و... ای... شما نمیتونید مثلا در برای طالبان یه صحبت بکنید که انگار مثلا طالبان یک نفره و یک هدف داره خب اگه اینجوری بود پس طالبان داره به خودش می... ما خیلی مثالا داریم که طالبان داره به خودش میجنگه پس چرا داره به خودش میجنگه برای که طالبان یک چیز نیست خب جمهوری اسلامی هم اینجوری مثلا ببینید ما داره البته من این رو نمیگم بهونه بکنم که مثلا بگم بعضی از جمهوری اسلامی خوبه ها نه همه جمهوری اسلامی بده ولی معنیش این نیست که همه جمهوری اسلامی یک چیزه همش گروه های مختلفه با هم رقابت دارن با هم هم میجنگن ما همشون رو قبول نداریم همشون بدن یعنی من اگه دارم میگم این پیچیده است معنیش نیست که بعضیاشون خوبن بعضیاشون بدن نه همشون بدن خب ولی به نظرم یه مقدار س... یه مقدار باید پیچیده تر همه چی رو نگاه بکنیم من که بفهمی که چجوری ممکنه ام... یه اتفاقاتی که داره میفته مثلا شما خیلی مثلا میگه که این آمریکایی که فلان کرد چرا الان داره اینجا اون این کارو میکنه من میگم این آمریکا که یه نفر نیست این آمریکایی که اون کارو کرد یه کسای دیگه بودن با این آمریکایی که داره این کارو میکنه یعنی نمیتونیم در آمریکا یه جوری حرف بزنیم که انگار مثلا یه شخصه برای برای من خیلی مثلا بعضی قاطی میکنم میگه ای چجوری آمریکا اینجا این اینو گفت اون کارو کرد ولی اینجا این کارو کرد اون گفت اینو گفت این, این کارش ما تناقض داره خب اینا دو نفر مخت... دو گروه مختلفن رفتی هم هم نداره البته رب دارم ولی نه به طور متوجه میشین جواب من چیه؟ واضح هست؟ دارم چی میگم؟ خب حالا بریم در باری هم اتفاقا این, خیلی ترانزیشن خوبیه به نکته که داشتیم میگفتیم تا آیا 11 سپتامبر به خاطر اسلام یا نیست؟ ببینید مشکل اینه که همه چی رو خیلی ها دوست دارن تک فاکتوری بکنن خب تک فاکتوری یعنی که بعضی میگن مثلا 11 سپتامبر فقط به خاطر اسلام بوده خب یعنی تنها چیزی که باعث مثلا 11 سپتامبر شده اسلامه خب بعضی میگن نه به خاطر اسلام نبوده نه تنها به خاطر اسلام نبوده هیچ ربطی هم با اسلام نداره جفت این پوزیشن ها کاملا سطحیه بله به خاطر اسلام بوده بدون اسلام 11 سپتامبر اتفاق نمیافتاد ولی آیا فقط به خاطر اسلام بوده؟ نه خیلی چیزای دیگه هم هست که اگر از این در اتفاق نمیافته خب ببینید منم هم همین همه همی که مثلا تو براندازه ما هستن هم زد جمهوری اسلامی هن. هم ضد خیلی هاشون من دیدم داشتن احمد مسعود دفاع میکردن و اینو قهرمان نشون میدادن خب اینا همون کسایی هستن که اسلام ستیزن میگن 11 سپتامبر خاطر اسلام اتفاق افتاده اینا نمیدونستن که احمد مسعود خودش مسلمانه و اسلام قبول داره این مزمشه. خب پس چرا مثلا شما فکر می‌کنین آیا احمد مسعود باعث مثلا 11 سپتامبر میشد کسی که خودش هم مسلمونه یعنی اسلام هست من نمیگم اسلام نیست 100 درصد اسلام نقش داره یعنی به شدتی نقش داره که اگه اسلام از این موضوع از این محاسبه هست بکنین اتفاق نمیافتاد ولی ولی تک علتی نیست تک فاکتوری نیست خیلی فاکتورهای مختلفی وجود داره جوری که فقط اسلام کافی نیست که همچین اتفاقی بیفته اگه فقط اسلام لازم بود که این همچین اتفاقی بیفته خب پس احمد مسعود بعد باید طرفدار اتفاقات 11 سپتامبر بود خب و اگر هم فقط به خاطر اسلام بود یعنی معنیش اینه که اگه یه سری فاکتورهای دیگه رو برداریم یعنی شما نگاه کنیم ما الان صحبت کردیم در اتفاقات سیاسی که مثلا تو افغانستان داشت میافتاد و کلی اتفاقات دیگه ای که اصلا یکی از دلایلش که میتونه ما اضافه بکنیم به تمامی محاسبه حمایت آمریکا از گروه های ضد کمونیستی تو افغانستان به طور غیر مستقیم باعث 11 سپتامبر شد خب یعنی اسلام هست حمایت آمریکا هست انقلاب اسلامی چیز 1979 هست البته خب اونم اسلامه نمیتونیم اونو ولی ها ام، ام، تاثیر کمونیستی روی افغانستان قبل از اینکه اصلا مجاهدین رشد بکنن هست یعنی فاکتورا انقدر تعدادشون زیاده هر کدومش رو برداری این اتفاق نمیافتاد ولی اسلام نقش داره هر کسی بگه اسلام به این موضوع ربطی نداره کاملا بی... چرت و بیخود داره میگه صد درصد اسلام نقش داشت ولی فقط اسلام نبود تعداد فاکتوراش بسیار زیاده من دیگه حرف 11 سپتامبرم تموم شد